و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین و لما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بعد از اینکه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه طبق میعاد الهی به ملاقات کلام خدا رفتن و مقدار این 40 طول کشید، از 30 روز به 40 روز طول کشید، سامری از این غیبت سوء استفاده کرد و جهل مردم هم کمک کرد تا اینکه وسیله‌ای فراهم کردند که به خواسته دیرین اینها که بت پرستی که پاسخی بدن. زمین برای پرستش یک بت فراهم بود، زیرا سالیان متمادی همین بنی اسرائیل در مصر شاهد بت پرستی مصری ها بودن. چه این که قبلا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 138 گذشت که و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. وقتی از دریا گذشتن به یه منطقه رسیدن که افراد اون منطقه بت پرست بودن. حالا اون صنمشون از سنخ گاو بود یا غیر گاو، ولی گاو پرستی و گوسال پرستی در بین اقوام مصر سابقه داشت. بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن یه خدای محسوس دیدنی برای ما قرار بده، همونطوری که این اقوام دارای خدای محسوس دیدنی هستن. که موسی کریم سلام الله علیه هم اینها را تجهیل کرده، به جهل نسبت داده و هم بت پرستی را باطل دانسته و هم اون اقوام را باطلگرا معرفی کرده به ماننده. پس زمینه پرستش بت در اثر جهل بنی اسرائیل فراهم بود. خبث سریره سامری از سوی دیگر و برخی از دانش‌های آزمایشی هم در اختیار سامری بود از سوی سوم، غیبت موسی کریم و طولانی شدن این مدت غیبت از 30 روز به 40 روز از سوی چهارم، همه اینها دست به هم داد تا اینکه زمینه بت پرستی و گوساله پرستی را فراهم کرد. این مطلب اول. مطلب دوم این که عقل غیر از اتخاذ است. عقل اون گرفتن ساده است، اگر چیزی را انسان بگیرد بگن اخذه. اما اتخاذ یک معنای حرفه‌ای، ملکه‌ای و مانند اون را به همراه دارد، یک استمرار و دوام را هم تداعی می‌کند. نظیر افرعیت من اتخذ اله و هوا یا یتخذون من دون الله اولیا، اتخاذ ولی به معنای دوست، اتخاذ ولی به معنای والی، اتخاذ اله و معبود، همه اینها حرفه و پیشه و نلکه و دوام را به همراه دارد. بنابراین اتخاذ غیر از اخذ است و در جریان گوساله پرستی هم غالبا تعبیر به اتخاذ سر بود. مطلب سوم این که غالب این بنی اسرائیل گرفتار این گوساله پرستی شده، برای اینکه تقریبا به 4 گروه تقسیم شده. گروه اندکی مستثنا بودن که اونها را بعد یاد میکنن، وگرنه برخی گوساله را رسماً پرستیدن به عنوان معبودیت او را قبول کردن، بعضی هم سامری را و هم گوساله پرست ها را تشویق کردن، بعضی هم سکوت کردن، تماشاچی یک دهنه منکر بودن بدون نهی از منکر. قهرن من رضیه به فعل قومن فاوه منو. این سه گروه اکثری مردم بنی اسرائیل تشکیل دادن. البته گروه اندکی هم بودن
که قرآن کریم همیشه از اون گروه اندک به عظمت و نیکی یاد میکند. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 159 که بعدا به خواست خدا مطرح میشود که این آمده است: من قوم موسی امتم یهدون بالحق و به یعدلون. این که گای بنران به بین اهل کتاب امتون قائمتون اقلیت مسیحی ها و اقلیت کلیمی ها به نیکی یاد میکنه. پس اون گروه چون اکثریت تشکیل میدادن ذات اقدس اله طبق قلبه فمود بستخذ قوم موسی به قرینه آیه 159 که فمود به من قوم موسی امتون یهدون ملحب معلوم شود که منظور اکثریت نه اقلی. و این که عرض شد جهل مردم کمک کرد تا سامریه فتنه‌جو از این جهل مردم سوء استفاده کند، منشأش آن است وقتی کسی اهل برهان و منطق نباشد بین معجزه و خرق عادت‌های دیگر خرق نمی‌گذارد. وقتی زن موسای کلیم عصا را به صورت مار در آورد قبول کردن، وقتی دیدن سامری از جسد ترد اون گوساله صدا در آورد بازم قبول کردن. اون روزی که به دنبال عصای موسا حرکت کردن این چنین نبود که برهانی اقامه بکنن که این معجزه است. معجزه با همه علوم غریبه فرق داره، یه رابطه منطقی و ضروری هست بین معجزه به صدق دعوت و دعوای مدعی. اینا همشون بحثای فلسفی محض و کلامی صرفه، بحث عقلی و بحثی. یعنی الان شما وقتی بخواید بحث بکنید به چه دلیل معجزه دلیل بر صحت دعوای مدعی، ببینید چند روز بحث حوزوی لازم داره. حد اقل درکش نظیر مسئله ترتب و حصوله، یه همچه مسئله ساده نیست که هست که بفهمت کن. حالا فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ حالا اگه کسی معجزه آورد به دلیل پیغمبر است، گروه اندکی میفهمیدن. اکثری دیدن که چوب راه افتاد به صورت مار در آمد گفتن حق با توست. بعدم دیدن یک جسد گوساله ای صدا در آورد گفتن حق با سامری. اینی که گفتن وقتی میخواید جایی سفر کنید ببین اول یه عالم عمیق اندیش دینی در اونجا هست یا نه، برای همین جهت دیگه مردم عادی رو زود میشه برگردون. خب دستور دین این بود و ائمه علیهم السلام فرمودن اگه بخواید مسافرت کنید به شهر یا روستا اول ببین در اونجا یه عالم عمیق ژرف نگر هست یا نه، وگرنه مردم رو به هر وسیله میشه گردون. الیوم مگر این ایستگاه فضای میر چشم همه را به خود متوجه نکرد؟ از در صنعت بشه پیشرفت نکرد؟ راه پیمایی میکنن در فضا در ایستگاه میر، بالا بخوان برن آسونه، پایین بخوان بیان بشه عادیه. طرف یمین و یسار و امام و خلف بخوان راه پیمایی میکنن در فضا آسونه. این چی نیست که مثل ما الان بخوان بالا بریم نتونیم، تا نردبان نداشته باشیم نمیتونیم. اونا بخوام بالا برن میتونن، پایین بیان میتونن، طرف راست و چپ. در چنین شرایط علمی عده زیادی در هند هستن که بدترین انهای بت‌پرستی دارن. البته برای اسرائیل خیلی بهتر از اونا بودن، برای اسرائیل این چیزی که اینا میپرستن نمیپرستیدن. شما رو تحقیق کنید در هند این بودایی ها به این بت‌پرستای هند چه چیز داره میپرستن؟ مگه میشه اینا رو برگردون؟ مگه میشه در اون فضا گفت لا اله الا الله؟ الیوم خب با این که دیگه الان همه چیز روشن شد دیگه، الیوم شما حالا یه مسافرتی بکنید به هند ببینید میتونید اونا رو برگردید؟ اصلا قابل تفاهم هستن یا نه؟ هیچ. و چیزها رو میپرستن که قابل ترمی. اگر یه چیزی برای یه کسی در اثر جهل طبقه اعتقادی به دینی پیدا کرد ردش بسیار مشکله. فعشه و فی قروب همال ایج الان هم همینطوره در هم. خب بنابراین جهل مردم که نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن همین مشکلات رو دارن.
اگر کسی گفت سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار، یعنی بعضی مدت طولانی، وگرنه انسان یا باید اهل حکمت و کلام باشد که خوب تشخیص بده، یا نه باید بار چندین ساله را ببرد بعد از بارکشی بفهمد به این که این کار بیجای خوب کرده. مل فرق بین المعجزه و العلوم الغریبه، این مدت درست یکی. حالا وقت معلوم شد که معجزه با همه علوم غریبه فرق دارد، معجزه با سحر چه فرق دارد، با شعبده چه فرق دارد، با طلسم چه فرق دارد، با ریاضت های مراد ذهن چه فرق دارد، معجزه با کاری که سامری کرده چه فرق دارد. این بعد از روشن شدن فرق جوهری بین اعجاز و علوم غریبه، اونگاه نوبت مقام ثانی بحث است که چه ربط ضروری است بین اعجاز و صدق دعوی و دعوت آورنده. اگر اینها با براهین کلامی و فلسفی خوب حل شد، وقت انسان دیگه به دام سامری نمی‌افته. خب پس جهل مردم یه روز به سوی عصا میرن، یه روز هم به دنبال ایزن جسد الله و قوار میرن. و از جهل مردم نه تنها از این راه ها سوء استفاده میشه، ما علمت لکم من الهی هم از همینجا در آمده، انا ربکم الاعلی هم در همینجا در آمده. سامری در یه همچه فضای رشد کرده، خب حالا خودش نتونست بگه انا ربکم الاعلی، چون دید این آثار تلخ را در باره فرعون مردم تجربه کردن، آمده یه فرعون متحرکی را برای اینا درست کرده، همون اخرج لهم عیدن جسدن له قوار. به جای اینکه مدعی ربوبیت باشد، مدعی خلق ربوبیت شد، خلق رب شد. به جای اینکه مدعی الوهیت بشود، مدعی خلق اله شد. این کاری کرد که فرعون نکرد. فرعون گفت من خداییم، این گفت من خدا آفرینم. فرعون گفت انا ربکم الاعلی یا ما علمت لکم من اله غیری. این سامری کاری بدتر از فرعون کرده، اخرج لهم ایضا جسدا له قوار، فقال هذا الهکم و اله موسی. این مردمی که فاستخف قومه و فاتاهو، فرعون با شستشوی مغزی از اینا اطاعت گرفت، در چنین فضای سامری هم با نیرنگ از اینا اطاعت گرفت. کاری کرد که فرعون نکرد. فرعون گفت من الهم، سامری گفت من خالق الهم، همین رو بپرستید. خب وقتی که دید مردم به موسی کلیم میگن اجعل لنا الهن کما لهم آله، گفت خب چه بهتر که من جاهل باشم، من برای اینو خدا جعل میکنم. پس عمده در جهت ضعف فرهنگی و فکری بنی اسرائیل بود از یک سو، خبث طریقه سامری بود از سوی دیگر، رواج بت پرستی و گوساله پرستی بود از سوی سوم، و تأخیر ملاقات هم یه بهانه ای بود. حالا برفرض سیروس روی جهل بود، گرچه ظاهر قرآن است که همین که موسی کریم رفت من بعدهی و اتخذ قوم موسی من بعدهی، اما شاید شواهد دیگر تأیید بکند که در اون فاصله طولانی بین 10 روز و 30 روز انجام شده. بعد هم موسی کریم آمد، این بهانه رو از دست اینا گرفت، فرمود من به شما اعلام کردم، من که دیر نکردم، من برای بود 40 روز برم، 40 روز هم تموم شد، بعد 40 روز هم آمدن. ظاهرن این نمیتواند بهانه باشد، چون از اون قصه پیداست که وجود مبارک موسی کریم اصل 40 را به اینا گفته است، که البته اون بحثش باید بیاید. ولی این شاید تأیید بکند، این تأخیر و تراخی از 30 روز به 40 روز شاید تأیید بکند. ولی عناصر محوری جعل بت‌پرستی همون دو تا نکته است. و اتخذ قوم موسی من بعده، بعد هم به این معنی است. خب از چی گوشت را درست کردن و معبود را ساختن؟ من حلیهم عیزن جسدن له قوار، از زیورهای اینا. سامری از این جهت نیرنگ بازی کرد که این مردم به طلا و زر و زیور خیلی علاقمندن و چیزی که محبوب اونها باشد به او سر میسپارن، دل میسپارن. لذا ممکن بود همین کار را از شدن انجام بده، از کریزی دیگر انجام بده، ولی از طلا انجام داد.
در چشم مردم چشمگیر باشم. حالا این بنی اسرائیل محروم مستضعف فوری را کجا داشتم؟ آیا زنهای اینها هر که داشتن آوردن؟ یا اونطوری که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کرده است که یه روز عیدی بود، بالاخره این زنهای بنی اسرائیل که منظر اهل جزیه بودن از زنان مصری سلسله طلاها و نقره هایی را به عنوان عاریت برای اون روز عید گرفتن. قبل از برگردوندن این طلاها حادثه پیش آمد و آل فرعون غرق شدن این طلاها مونده، وگرنه بنی اسرائیل حلی و زیورهایی نداشتن که به سامری بپردازن. البته این اسراف میخواد آنچه را که مرحوم امیرالاسلام در زیر این آیه یاد کرده، ولی هر که هست یه سلسله زیورهایی داشتن، حالا کم یا زیاد. مسئله بعدی آن است که چه در سوره مبارکه طه چه در این سوره سخن از اجلن جسدن له خوار است، نه اجلن له خوار. اگر می فرمود و تقض قوم موسا من بعدهی من حولیهم اجلن له خوار، شاید مهم این معنی باشد که این گوساله بود که بانگ برمی داشت. اما این کلمه جسدن هم در این آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف هست، هم در آیه 88 سوره مبارکه طه اونجا به این صورت آمده است. فاخرج لهم اجلا جسدن له خوار. این کلمه جسد که در هر دو جا بازگو شد نشانه آن است که این اجل واقعی نبود، گوساله واقعی نبود، یه مجسمه گوساله بود، جسدی بود که صدا میداد، نه گوساله‌ای که گوشت و خون امثال ذالک داشته باشد، که واقعا حیاتی به وسیله سامری به این جسد داده شده باشد، این چه این نبود. در سوره مبارکه بقره هم این قصه مبسوطا گذشت، یعنی آیه 51 سوره مبارکه بقره این بود: و اذ واعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. چه این که آیه 54 همون سوره مبارکه بقره این بود که: و اذ قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. و جریان پرستش گوساله برای اونها یه اصل بود، لذا در آیه 92 و 93 سوره مبارکه بقره قبلا به این صورت گذشت: ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون و اشربوا في قلوبهم العجل بكرههم. اصلا سیراب شده، آبیاری شده محبت این گوساله در دلهای اینا، برای اینکه یه سنت را یک کسی بپذیرد و روی این اتخاذ تداومی داشته باشد و هرم دست برداشتن از او خیلی مشکله. نظام تمام اشت و فی قلوب مهمل ایست. سایر بسپرست هم همینطور: و تخذ قوم و موسا من بعدهی من حلیهم اجلن جسدن و خوار. خوارم مثل نوت مخصوص این نوع خاص است، صدای انسان رو میگن نوت، صدای اصل رو میگن اصل، ساحل از حیوان و ساحل، در قبال انسان که میگن حیوان و ناطق، و بقر رو میگن حیوان و خائر، و حمار رو میگن حیوان و ناهق. یکی ناهق است، یکی خائر است، یکی ساحل است و دیگری ناطق. خب این صداهای گوناگون این حیوانات اجلن جسدن له خوار. اما این که فرمود علم یرو انه لا یکلمهم، این شروع به تقریع و سرزنش و کوبیدن فکری اینهاست. ضمناً دلیلم هست، قرآن کریم برای چنین گروهی دیگه از برهان صدیقین و برهان امکان فقری و برهان امکان ماهوی امثال زاره که کمک نمیگیرد، از اینها باید به زبان همینها سخن بگوید. میفهمد به اینکه آخه چرا شماری میپرستید؟ معبود بلکه باید یک کاری برای عابد بکند، مشکلش حل بکند، عبادتش نافع باشد، ترک عبادتش زیانبار باشد.
این که حرفی نمیزنه، مشکل شما رو نمیشنود، از شما دفع خطر نمی کند، هدایتون هم که نمی کند، برای اینکه ولا یهدیهم سبیلا. اتخذوه و کان و ظالمی. این ان شرک لظلم عظیم، بدترین ظلم در همین بت پرستی هاست. و این و کان و ظالمین هم نشانه استمرار ظلم و تباهی اعتقادی این هاست. ساده ترین برهان را ذات اقدس اله برای اینها اقام فرمود. خود علم یرو انه لا یکلمهم. الان هم شما همین آیات را بخواهید برای مردم هندو بخوانید، دین اثر ندارد. واقعا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه نفوذ کلمه‌ای داشت که توانست اعراب جاهلی را با اون وضع بالاخره هدایت کند. الیوم که ممکن نیست یه مبلغی برود به هندو را موحد کند، اونگاه چگونه ممکن بود در 1400 سال قبل کسی اون وثنیین و صنمیین حجاز را هدایت کند؟ برهان قرآن کریم هم این بود به این که مگر نمی‌بینید الهام ارجلون یمشون بها املام ایدین یمشون بها املام اعیرون یبسرون بها. ساده ترین استدلال را ذکر کردن. همه ای آیات که در ردیف آیات سوره مبارکه حدید نیست و الاول و الاخر و الله و الباطن یا هم معکم این مخون خیلی براهین را ساده طوری که اونا بفهمن اقامه فرمود. فرمود آخه اینا چرا میبرستید؟ یا پا دارن راه برن، کشت دارن ببینن، زبان دارن رفت دارن، چرا میبرستید؟ الان هرگز ممکن نیست انسان بتواند این آیات در برابر هندوها حتی اونو گوش نمیدن. چیز برای اون عشق و فی قروبه همون وطن احوستن هست. علم یرو انهو لا یکلم هم که مشکل اون هر کنن ولا یهدیهم سبیلا. اتخذوه و کانو لالمین. این اتخاذ را با تکرار کرد. فرمود این عجل جسد را به عنوان معبود اتخاذ کردن و ظلمین ها هم مستدام. پس یه تغریه. دو تا روایت را مرحوم فیض در صافی نقل کرد که وقتی موسی کریم به میعاد الهی رفتن از روز مبارک امام باقر سلام الله علیه رسید که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود سامری هم چه کاری کرده؟ موسی عرض کرد به این که خود چی این گوساله را به این صورت در آورد؟ بانگی از گوساله برآورد که او خواری داشته باشه. ذات اقدس اله فرمود به این که این آزمایش من از سلکه فتنتی فلا تفحص عنها. از این آزمایش تو دیگه پس نه. روایت دیگری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که موسی کریم عرض کرد یا رب من اخارستنم. این بت را کی به حرف آورد؟ یعنی کی به بانگ و صدا در آورد؟ ذات اقدس اله فرمود من. موسی کریم عرض کرد انهی الله فتنتک، آزمایش تو. این انهی لافتتوک هم در جریان مرگ اون چند نفر همراه موسی کریم هست که بعدا در آیه 155 هم سوره بارک اعراف خواست خدا خواهی کن قال رب لو شئت اهلکت هم من قبرو به یای اتهلکنا به ما فعل السفها منا. انهی لافتتوک هم در جریان اتخاذ ایست. این دو روایت نشانه آزمایش مردم از وسیلین کن. مطلب دیگر این که باز روایتی در نوع این کتاب های تفسیری آمده است و مربوط به بعضی از آیاتی که در پیش داریم که موسی کلیم در همه اون جریان فهمید که یعنی که فتنه ای رو سامری انجام داد، ولی وقتی برگشت و آمد و از نزدیک این صحنه را دید عصبانی شد. الغل الواح در روایت دارد که لیس الخبرو کالمعاینه. آدم این مطلبی را بشنود تا ببیند با آن فرق دارد. اونگاه شاهد اقام میکنند که موسی کریم در همه اون طور که مناجات الهی نصیب شد در اون اربعین گیری که 40 روز بودن فهمید که سامری هم که فتنه‌ای به پا کرده و اما دیگه عصبانی نشد این الواح را بیندازد. اما وقتی برگشت از نزدیک این صحنه را دید فلما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربكم و الغى الالواح و اخذ براس اخیه.
اون وا عصبانیتش شدت یافت این الله را انداخت. سالا زید اون 150 سوره اعراف این حدیث هست، انشاءالله بخواست خدا او رو بعد خواهد. هر راه اصلی این کار برابر اون چی که در سوره مبارکه تاها سامری اتخاذ غیر از اصل طراحی. آیه 88 سوره تاها این است که فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى. طراح اصلی یک نفر است، یعنی سامری. همراهان و معاونان و دستندرکاران و دستیسه بازان که سامری را یاری کردند، به اتفاق خود سامری به مردم بنی اسرائیل گفتن هازا الهکم. خود سامری به تنهایی نگفت هازا الهکم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، این کار به تنهایی مال سامری. اما فقالوا هازا الهکم و اله موسی، گویندگان و مروجان و مبلغان این فکر غیر از سامری که سامری هم بودن. پس سامری طراح اصلی بود، دستندرکاران و معاونان و مبلغان این وطنیت و سنمیت پرستی بودن، بنی اسرائیل هم پذیرندگان این داعیه بودن. لذا در جریان اتخاذ فعل را به قوم اسناد داد، فرمود و اتخذ قوم موسی. در جریان اعلام این که این عجل و گوساله مصنوعی معبود شماست، این را گروهی گفتند، تنها سامری نگفت. این دو طراح اصلی و دسیسه باز اصلی خود سامری است به تنهایی این سه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، البته اونهایی که زر و زیور فراهم کردن اونا هم در تهیه مبادی و مقدمات و اعداد بی اثر و بی سهم نبود. سقط فی ایدیه، این را همونطوری که برخی از اهل تفسیر گفتن یه مثلی رایج در عرب و عجم. ما میگیم تو دستشون مونده، عرب میگه سقط فی ایدیه، یعنی یه کاری که آدم انجام داد بی برهان و بی دلیل انجام داد، بعد به ضرر و بطلانش آشنا شد، حالا پشیمان شده، راه حل نداره، میگیم تو دستش مونده. این تو دستش مونده تعبیری است که به قول بعضی از مفسران مثلی است بین العرب و العجم. اما اونی که مرحوم فیض در صافی دارد که لما سقط ایدیهم، یعنی نه از شدت ندامت دستاشون رو باز گرفتن دستشون مسقوطون فیها شد، این برهان میخواد. چون انسان پشیمان این سبابه را میگذد، این هم یه مثلی است رایج بین عرب و عجم. هم اعراب میگویند سبابه متندم، یعنی انسان پشیمان نادم، این سبابه را میگذد. اگه کسی هر وقت تنگی از تو سر اومیاب میگن من سبابه متندمم، یعنی من بدون اینکه کاری بکنم منو باز میگیرم، چون سبابه کاری نکرده در بین انگشتای دیگر، فقط اونو میگذد. کسی بخواهد بگوید که هر وقت یه خطری هست به سراغ ما میاد، میگن ما سبابه متندمی، یعنی کاری نکردیم، با دیگران یکی هستیم ولی ما رو میگذن. این سبابه متندم مثلی است بین اعراب. سرانگشت انسان پشیمان هم گرتی نام سبابه رو نمیبرم، سرانگشت پشیمانم در فارسی هم هست، میگوین دیگران کار کردن ما کاری نکردیم ولی ما رو گاز میگیرن. این سبابه متندم مثلی است بین عرب و عجم، چه اینکه رو دستش افتادم یه مثلی است بین عرب و عجم. در قرآن کریم در سوره مبارکه کهف دارد به اینکه عده‌ای که در قیامت پشیمان میشوند از شدت ندامت و حسرت هر دو دست رو گاز میگیرن، نه تنها سبابه را. یوم یعب الظالم علا یدیه، نه تنها سبابه، نه تنها ید، بلکه یدی، هر دو دست رو شدت عصبانیت و غضب گاز میگیره. خب
این فرمایش مرحوم طیرسکی دارد به اینکه دستشون را میگزیدند و گاز میگرفتند و یدشون مسقوطون فیها شد، این با تکلف شد همراه باشد. و اما رو دستشون مونده یه تعبیر رائج ضرب المثلی است بی تکلف. فرمود به اینکه برهانی که موسی کریم اقامه کرد اونو نتونستن جواب بدن، ولایتی که موسی کریم اعمال کرد در بار سامری گفت لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم اسفا و ان لک فی الحیات ان تهور لا مساس، که برخورد تندی که موسی کریم با سامری کرد از طرف دیگر این کار دستشون مونده. و لما سقط فی ایدیهم اونگاه و رأوا انهم قد ضلوا، حالا برایشون روشن شد که گمراه شدن، اونگاه در توبه را کوبیدن. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، راه انابه و توبه را پیش گرفتن. البته ذات اقدس اله برابر اون چی که در سوره مبارکه بقره گذشت، یعنی آیه 51 به بعد، اونجا خداوند فرمود بینگی شما هم چه کاری کردید، ما بخشیدیم، گفتیم توبو الاباره کم، اما حالا توبهشون یه توبه مصطلح بود، یا تقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باره کم بود، رحمت رسولش در سوره مبارکه بقره گذاشت. الحمدلله.